نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریان نیوز. برنامه ورزش شما ایزان مشاهده میکنین، در خدمت شما ایزان هستم. امید که تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. ابتدا سه خبر ورزشی. اولین مدال تاریخ بین المللی پاراتکواندوی افغانستان بر گردن زکیه خدادادی آویخته شد. روز گذشته و در آخرین روز مسابقات آزاد پاراتکواندوی مصر، زکیه خدادادی پس از پیروزی برابر حریفانی از کشورهای لستو و مصر در بازی نهایی وزن سوم مقابل حریفی از نایجریا نتیجه را واگذار کرد و اولین مدال تاریخ پاراتکواندوی افغانستان را با رنگ نقره‌ای به گردن آویخت. رقابت‌های آزاد پاراتکواندوی مصر با حضور 12 کشور از قاره‌های آفریقا، آسیا و اروپا در شهر پورسعید کشور مصر برگزار شده بود. تیم ملی سامبو کورش افغانستان راهی مسابقات قهرمانی آسیا شد. 13 ورزشکار، دو مربی و سرپرست صبح امروز کابل را به مقصد شهر اشقابات ترکمنستان محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا ترک کردند. در این دور از رقابت‌های سامبو کورش آسیا بیش از 30 کشور از قاره کهن حضور دارند و از چهارشنبه این هفته مبارزات خود را در شهر اشقابات کشور ترکمنستان برای قهرمانی آسیا آغاز می کنند. پیش از این ملی پوشان سامبو کوراش افغانستان در آسیا موفق به کسب مدال های رنگارنگ طلا، نقره و برنز شده بودند. و خبر اخیر از فوتبال اسپانیا. بارسلونا برای دومین سال پیاپی قهرمان جام حذفی فوتبال اسپانیا موسوم به کوپا دل ری شد. بامداد امروز تیم فوتبال بارسلونا در یک بازی پربرخورد موفق شد با دو گل آلبا و نیمار در قانون وقت اضافه تیم سویا قهرمان لیگ اروپا را شکست دهد و برای دومین دوره پیاپی قهرمان جام حذفی اسپانیا شود. در این بازی 120 دقیقه‌ای ماسکرانو از بارسلونا و بانجا و گامیرو از سویا با دریافت کارت سرخ از داور اخراج شدند. این 28مین قهرمانی بارسلونا در کوپا دل ری بود. و اما موضوع ورزشی امروز ما اختصاص داره به رشته اتلتیک خفیفه که در رأس اونا رشته دوش قرار داره. روز گذشته روز جهانی تجلیل از دوش در نقاط مختلف جهان به شکل خیلی بزرگ و گسترده تجلیل شد که در افغانستان هم یه اتفاق افتاد، اما به صورت کاملا خصوصی و البته میشه گفت اختصاصی از سوی فدراسیون دوش افغانستان در استادیوم قاضی شهر کابل برگزار شد. به همین منظور آقای نجیب الله نجم معاون اداری و یکی از حکمان ملی ایرشته در افغانستان را با خودمان در برنامه داریم و در خصوص جزئیات برگزاری این برنامه و همچنین برنامه‌ای که فدراسیون دوش افغانستان امسال دارن با ایشان بحث و گفتگو میکنیم. آقای نجم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. سلامت باشید. سوال از اینجا شروع میکنیم که روز گذشته یک روز خاص بود برای رشته دوش در تمام دنیا. در سایر نقاط دنیا این روز به صورت بسیار گسترده و همگانی برگزار میشه، اما در افغانستان فقط در استادیوم قاضی و اون به صورت محدود در بین ملی پوشان رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان تجلیل شد. تشکر برام خداوند. شما بهتر میفهمین که خب هم وضعیت و هم در خود فدراسیون ما به خاطر گرفتن همین مسائل این برنامه ما که دایر میشه، چیزی که در دست داریم و شاگردی که آورده میتونیم و اعضای فدراسیون هر تعدادی که هم در رأس و هم در تیم جوانان، نوجوانان، جوانان و ملی داریم، مسابقاتشان و نمایش خودمون میگیریم. بسیار خب، این نمیشد همگانی باشه، مسئولین دولتی بیاینده اشتراک کنن تا یک ترویج فرهنگ شه دوش بر مردم افغانستان، چرا که خودتون میدونین بر صورت ما اکثر قشر ما قشر جوان است در افغانستان و شاید بیشتر از 60% قشر جوانان، نوجوانان و نونالان تشکیل بده. اگر یه همگانی میشد بهتر نبود؟ مثلا از یک مسیر تا یک مسیر انتخاب میشد، مردم بیشتر میامدن. چرا شما فقط
صورت ترجیح دادین در خود قاضی استیدیوم و اون به صورت محدود بین ملی پوشان گرفته شود. بله بسیار خوب، بیشترم به خدمت یادآور شدم که ما خود با پیشبینی خود فدراسیون ما همه یک چیز بود که با پیشترم یادآور شدم به خاطر که مسابقات ما ولی مسابقات والیبال بسکتبال در لیسه ملله گرفتیم، نظر به شرایط خراب از دروازه لیسه ملله برامین که اینطوری دادان دروازه زده شد. خود فدراسیون تقاضایی میگه داشت که مثال یک تغییرات بریم، یا خب شما بهتر میفهمین که هر قدر که کوشش کردیم که گفتیم امرای ترافیک اگر گردیم که کدام سرک ما بگیریم چه قطعیداد بیای هم از علاقمندان، دیدیم که اجرا نداره و چیزی که در دست داشتیم اما چیزهایی که فدراسیون جهانی هم مساله بر ما روان میکند که دیبلوم بود و نشان و بوتله ها و دستبند بله دستبند اون امور به مو تعداد است به تعداد 100 دلار روان میکنه فدراسیون جهانی و ما تیم جوانان و نوجوانان جوانان ملی ما به تعداد 100 نفر پورا مینه زیاتر هم میشه اگر ما او را شکل همانگونی بگیریم این خود به خود خوب بسیار گپ خوب است، بسیار اعلان خوب است هم برای شری ما هم برای خود فدراسیون، منتها برنامه خودش از بالا جون به حساب محدود است. تعداد خب ببینیم نظر به مشکلات هم مشکلات بیکاره. بله امنیتی بله بسیار خب بسیار خب میم سر مسئله ای که وضعیت فدراسیون اتلتیک خفی افغانستان چگونه است، ما فکر کنم در کل افغانستان یک میدان استاندارد داشتیم که تارتان داشت که اون قاضی سیدیم بود که متاسفانه خراب شده. چی دلیل باعث شده که ما نتونیم تنها میدان تارتان که اون نمیشه گفت کاملا استاندارد نیمه استاندارد را از دست بسیم؟ ولی بسیار خوب میدان خود شما پیشتر یاد داشتین در تمام افغانستان یک میدان استاندارد که دیگر ندارم این را خودتان هم یادآور شدین، همین یک میدان استاندارد هم که برای ما تیار شد و فعلا که بسیار وضع خراب است، میبینین شما چند جایش خراب شده و تسلیمی هم گرفتیم، پس پیشنهاد به مقامات که اگر جور شود به مسابقات که چند وقت بعد مسابقات انتخابات بزرگسالان تیم ملی ما که 35 ولایت کشور ما همه ساله در مسابقات ما اشتراک میکنه مسابقات میگیریم و امسال که میبینیم ما سرک هم خراب فعلا یک چند جایش و جای بدبختی بودیم که ما در استودیوم هم برخیز درو جای داشتیم، هم برخیز سه قدمی ما و هم بر انداخت گله ما دمی خود داخل استودیوم که امروز با هم فرش پلاستیکی گرفته شده امکانات ما کمتر شده رفت. چرا به آیا ریاست تربیت بدنی توجهی نداره به شما؟ آیا المپیک افغانستان به شما توجه نداره؟ یعنی مشکل عدم مدیریت خود فدراسیون هست که اینا همگی یک مسئله رشته ای است که آقای نجمی کمک واضحی بسازین برای بیننده بله. بسیار خوب میشه. فشار خود مسئله رشته ای است. ما خود ما از مدیریت فدراسیون خود اتلتیک خفه ما بسیار کوشش و نظریات خود راستی هم جلسه ها گرفتیم نظریات خود دادیم که اگر امروز فوتبال فرض مثال یک نتایج به دست آورده اگر امکانات اتلتیک کم شوی تا آخر خواهد ماند که تقریبا در حدود 7 سال 8 سال میشه میگه با ماند. خب فدراسیون ما تا جایی که خود آقای عزیزی که فعلا رئیس فدراسیون ماست زیاد کوشش کرد و نظرهای خود ما برش گفتیم که این قسم به این شکل و هم قبول کرد بالا جای هر قدر کوشش کرد که می گپ نشه می چمن مصنوعی مقبولی فدراسیون به این نیست که هر جای فرش مصنوعی باشه و یک میدان سبز. و چرا حالا بله. وقتی میبینین که قاضی استادیوم رو در اختیار شما قرار نمیدن و میگن که فدراسیون فوتبال افغانستان اگه شما نکنید میدان بله بله اون اختصاص داده شده بله. خب حالا میگم ما این از دست دادیم، چرا دنبال یک گزینه دوم یک میدان دیگه چمن حضوری به بزرگی در اختیار المپیک افغانستان است؟ مصرف بسیار گزاف داره. ما میگپم که گفتیم باز تازه پیشنهاد کردیم پیشنهاد در فدمیز فدراسیون ماندگی است که هم رئیس فیلی تربیت بدنی بگیریم که پس میدان خیز دور خود و انداخت گلوله خود و خیز قدمی خود که یکیش در این طرف خود قبله بود و میدان خیز دور ما پشت طرف غرب و طرف شرق غرب و همچنان میدان خیز میدان گلوله ما در وسط که اوف بسیار شکل منظم قیریزی شده گی بیا او در و هم در طرف خود غرب شمال به حساب قبله طرف غرب غربا یه بود بسیار با بسیار آزادی خود با مسابقات خود می گرفتیم و خود ما وقتی ملی بودیم با بسیار پس سیگال یعنی عملا کم شده مسابقات تنها در وشا با ما مانده بود بله. مسابقات نیزی خود داخل چمن سبز خود فوتبال می گرفتیم که آزادانه
و مسابقات خیز دور خود در جای خیز دور میرتیم، مسابقات خیز سه قدمی خود در مسابقات در جای سه قدمه و انداخت گله خودم جای داشته، سگمنت خود دایره گلوله بود، سگمنتش بود بسیار شکل اساسی خود بسیار شکل و فعلا مسابقات انتخابات ما میشه و بسیار مشکلات گرفتار هستیم. میریم از بدمتی تنس وقت میریم یک روزه و هم جای خرد و هم جای خرد است نظر اول قرمال ما 15 متر گلم سال انداخت سیاد افتخار است برای افغانستان از 2 متر 10 از 10 گپش در 12 از 12 پار سال در 15 متر کشید بسیار گپ گلوله استاندارد گلوله استاندارد 7 کیلو 200 گرام دیگه بسیار گپ افتخار بر خود فدراسیون کارشگی کار کردگی خود فدراسیون است که از 9 متر به 15 متر فعلا رسیده و خب اینا رو که میگذاریم بر صورت به حساب تمرینات شخصی بازیکن هم از مربی هم تلاش کرده در این و حالا فدراسیون هم امکاناتی که داشته در اختیارش قرار داده. میایم سر برنامه های شما چی است به خاطر اینکه ما بتونیم در سالی که پیش رو داریم ما ریو دو ژانیرو رو پیش رو داریم و دو نماینده از افغانستان با مسابقات ریو دو ژانیرو قرار است برای یک دختر و یک پسر. چی برنامه هایی دارین برای اینا که اینا بتونن آماده بشن به سطح عالی که بتونن در ریو دو ژانیرو نسبت به دوره دو سه دوره گذشته که ما دونده داشتیم نتایج بهتری رو داشته باشن؟ والا شاید ماتس میتونم امی دو سه دوره پیشتر از ذره کار شد به این موضوع گپ خودت و حالا فعلا امی دختر بچه که در ریو 2016 معرفی است فقط نرمال تمرین خود همراه تیم بلیز میزنه غیر از این ندارن تمرین خودم میکنن اما تو کدام نشد تپ تلاش زیاد شد با به حساب فدراسیون آسیایی تماس گرفتن که یک در جای خیر شخص به حساب از طرف فدراسیون یک چیز کمک که یک جای شوه نشد و خودت هم بهتر میفهمی که خود ما همی حالت در چی حال گرفت به حساب از خود آدم و شکل بیخی هم اصلا خسته میشدم چند المپیک و چند تربیت بدنی و چند بسیار هم تو شما نمیدیدیم به کی مراجعه کنیم بله 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 بخی خسته هستیم دیگه به اوی سال خیلی سال خیلی خودتون هم یالت به عنوان یکی از مسئولین فدراسیون رو دوش و همچنین به عنوان یکی از حکمان رو بین مولی وقتی که کارتان جای بند مانه نیاز به یک امکانات داشته باشین نیاز به یک فرصت داشته باشین برای برگزاری مسابقات شما به کدام المپیک مراجعه میکنید؟ فقط فعلا به ریاست تربیت بدنی که حالا چند اگر خدا خواست مسابقات انتخابات تیم ملی ما 35 ولایت ما اشتراک داره اما تمامش با تمامش فعلا به تماس هستیم شاید که در چند روز مسابقات ملی خود بگیریم فقط ریاست تربیت بدنی باشه فقط ریافیل ریاست تربیت خب بدنی بس با المپیکش نه با المپیک که آقای اغبر است در اصلش و نه المپیک آقای هاشمی هیچ ارتباط نداریم فعلا خب به حساب تربیت بدنی خود ما تربیت بدنی تنها بله ها به خاطر مسابقات مصرف مسابقات چه به خاطر کشیدگی ها نمیشین به خاطر کشیدگی ها بله بله به خاطر خب اینا باز مجبور هستیم به خاطر المپیک ریو دو ژانیرو از طریق یکی از می المپیکا شما راجع شوین به ریو دو ژانیرو برزیل درست است بله خب بسیار خب و موضوع بعدی مسئله بودجه فدراسیون است شما سالانه از کجا بودجه میگیرین چقدر و چگونه آیا اصلا مصارف شما پوره میشه به خاطر برگزاری مسابقات امکانات و مسئله عصریه ورزشکارانتان فقط مسئله و عصریه ورزشکاران است که سالانه و هر ورزشکار مالدار است که ما 1000 رو 3000 افغانی و دیگه هیچ بودجه صرف مسابقات انتخابات تیم ملی هم اوناس ما هم ذکور ما را که امسال در نظر داریم مسابقات اوناس هم چند ولایت باید در جریان است که در جریان هستیم که اشتراک میکنن ایا را از تربیت بدنی بگیریم از تربیت بدنی و کمیته تربیت بدنی و ورزش افغانستان بگیریم بس و نه دیگه به حساب مصارف به حساب بیرونی یا مصدیار هیچ ارگان ما را کمک نمیکنه این مسابقات که هم نمایشات روز جهانی در شما رو هم مسابقات تماش از فدراسیون فدراسیون جانی اتلتیک یا فدراسیون دوش اونا چی کمک میکنن به شما؟ و فقط برنامه خود از همه ساله که برنامه میتن برنامه خود فقط پس جواب میگیرن و به حساب کمک نقدی هیچ ندارن فعلا هیچ ندارن حتی باید خوب مسابقه رو خواهش فیسا میکنن پس بازم فدراسیون جهانی ما یک ذرک داره کمی رو پس دگردن خودش میگیره فرض میگیم مسابقات آسیایی باشه فیز داره هر مسابقات آسیایی فیز داره او رو فدراسیون جهانی میگم من فیز هم سال اون میپردازم یعنی چند سال بخاطر مسئله بخاطر شرایط بنا خراب بود انا مشکلات اقتصادی یا خوب کمک راست با ما نمیکنن مثل فدراسیون فوتبال یا مثل فدراسیون کرکت که فعلا در مصر بسیار گزاف دارن ما نه فقط با مصرف اینمی ورزشکار ما به میس مایه 1000 رو به 3000 و طبعاً ترنر شما مشکل رئیس فدراسیون خوب افتخاری است نه کدام ماشه نه کدام مدرک دیگه
بریم شکل پیش بریم. خب میم سر مسئله ولایات، ولایات در افغانستان غالبا نسبت به پایتخت محروم بودن، امکانات کمتر به اونا رسیده و همچنین از لازم خود مدرسین کمتر اونجا حضور داشتن به خاطر تربیت حرفه‌ای ورزشکاران و بیشتر تمرکز سر کابل بوده. فدراسیون دوش در این راستا چیکار کرده برای ولایات؟ بسیار سوال بسیار خوب، شاید بر خودتون وانمود شوی که چی گفت استاد. استاد گل از ما در فدراسیون ما در تیم ملی ما 30 نفر ورزشکار ما، حدود 20 نفرش ولایتی بیرونی است، 10 نفر فعلا از کابل ما تیم ملی داریم. 20 نفر از 20 نفر ولایتی است که ولایت قبنار، ولایت غور، ولایت ایرات، ولایت غزنی. خب نظر به همین بل نظر به همین تعداد ورزشکاری که شما میگینید اودن 1.5 برابر کابل شما مادر ولایت و نتیجه بسیار مثبت هم گفتیم. نظر به همین نتیجه مثبت و همین حضور همین ورزشکارانی که از ولایت بیشتر است نسبت به کابل، شما چقدر امکانات در اختیار ولایت قرار داده نسبت به کابل که اونا بتونن بهتر از گذشته و بهتر از حال ظاهر شند مسابقات؟ امکانات ما اونایی که جوانان که در مرکز هستن و پیشروی چشم ما و همین پیشتر براتون گفتیم مبلغ اصلی دیگه گپ نیست، اما یک و اونا اونا فقط از طریق انترنت برنامه خود میگیرن تمام این جوانای ولایتی ما. و خوشبختانه زمانی که مسابقات انتخاباتی ما میشه میبینیم نتیجهشون بسیار مثبت هست، ما هم خوش میشیم. فرض مثال پارسال از غور 3 نفر یا 2 نفر در ملی آمد، امسال تقریبا در حدود 4 نفر ملی شد. فاصله 800 متر، فاصله از 1500 متر در انداخت گله مقام اول دیگه، تقریبا در دو فاصله مسافه دوش بود گله مقام اول. بسیار آخرین مسابقات که ما برون مرزی داشتیم در رشته دوش، مسابقات المپیک جنوب آسیا، بله. نتایج اصلا در خور واقعا ورزش افغانستان و بلخص بر اتلتیک نبود. ما یعنی واقعا در جنوب آسیا آنگونه که باید ظاهر می شدیم نشدیم، چرا که کشور جنوب آسیا کشورهای ضعیفترین کشورهای آسیا در جنوب آسیا هستند، اما ما نتونستیم اونجا نتیجه بگیریم. دلیل چی بود؟ چه مشکلات پیش آمده بود که ما، آیا ورزشکاران ما مشکل داشتن؟ آیا برنامه ریزی ها برای حضور در این مسابقات ضعیف بود؟ چه اتفاق افتاد؟ فرق میکنه از ما اتلتیک خیفه، ما فقط خودتون بهتر میفهمین که ما روی خط روی از ثانیه تیمش روی صدام سی ثانیه گرم میزنیم. از ما نتیجه چی دختر ما چی بچه ما در مسابقات جنوب آسیا، نظر به پلان جنتری خود ما که در فدراسیون داریم، تا اندازه رشته هایی که نتیجه نگرفت از ما یک از طبقه اوناس ما خوبتر هم هست، اناس طبقه اوناس ما فعلا خوبتر هم هست. و ذکور ما یک چیز ضعیف، خب پیشتر هم براتون گفتم شرایط بسیار فعلا چندان مساعد نیست. اگه بخویم همه گناه ها رو سر شرایط پرتیم، آیا درست آقای نجم؟ پس ما چی کنیم دیگه؟ فدراسیون نه خیر، ما طرفدار چیستم استاد گل، ما طرفدار چیستم اتلتیک بس هر روز ایچ به حساب یک ورزشکار اتلتیک ایچ بس هر روز خود را چی نکنه که به حساب که ما در سه روز نتیجه در رشته میگیرم. اتلتیک تمرین هفته پر کار داره، نرمش هفته پر کار داره، فیزیک هفته پر کار داره، زمان زیاد کار داره. اگر ورزشکار اتلتیک خصوصا در فاصله مسافه فاصله کوتاه ما 100 200 400 اگر بخواد که نتیجه بگیره، این رو بر بصراحت اعلان میکنم که ورزشکارم اگر مشنون بشنون که در هفته 5 روز نتیجه نمیگیرن، هفته پر باید اتلتیک تمرین کنن روی زیر دست ترنر، تایم مشخص، برنامه‌های مشخص نتیجه بگیرن. بسیار موضوع آخر مسئله حضور یک مربی حرفه‌ای سیرشته در افغانستان. ما در طول سالهای گذشته و شاید حتی به صراحت میتونیم بگیم در طول یک دهه اخیر ما در رشته اتلتیک خیفه حضور یک مربی حرفه‌ای ایرشته را حداقل در سطح آماتور جهان را در کشور خود ما نداشتیم به صورت مداوم که ازش استفاده کنیم، از او علم روزش استفاده کنیم، بتونیم مثل سایر رشته‌هایی که دیده میشه از مربیان خارجی استفاده میکنن در افغانستان و بر صورت نتیجه هم گرفتن. چرا فدراسیون اقدام نکرده در خصوص مسئله حضور یک مربی حرفه‌ای؟ اقدام از طرف فدراسیون آسیایی میشه و جهانی میشه. برای دهی دهب در 2008 برتون ما ترنر خارجی داشتیم، ترنر خارجی خب تا یک جای ره
تا یک بار مدت 6 ماه بود، کمتر بود. مداوم وقتی مداوم میشه یعنی 4 سال 5 سال دخل بزنن کار کنن. به هیچ وجه نه. بیشتر هم برات گفتم بودجه فدراسیون، بودجه کشور ما فکر نکنم بود این گپا هیچ جای گنجایش داشته باشه. ما میایم سر فدراسیون جهانی و آسیایی. تو از خارج تقاضای بسیار بالا دارن در قسمت رشته اتلتیک ما. بسیار تقاضای بسیار بالا دارن، به هیچ وجه مثال یک خوب بخاطره بخاطر تقاضای بلند شما اقدام نمیتونه. تقاضای بسیار بلند داره و اینجا شاگرد ما بازم برتون مشکلاتش زیادتر، نمیتونه بچه مکتب ما محصل پنتون ما تقاضای ترنر که مثال میای در حدود مثال میگم پیشما میای 7 روز هفته 7 و 7 4 روز در هفته 14 ساعت پیشما تمرین کن. نه گفتم مطالب مکتب ما ای توان داره نه محصل مکتب. بسیار خصوصا تیم ملی جوانان هستن. پس مشکلات مجموعاً در فدراسیون و دوش و اتلتیک خفی افغانستان بسیار زیاد است. بله. بسیار تشکر آقای نجیب الله نجم، معاون اداری فدراسیون اتلتیک خفی افغانستان و همچنین یکی از حکمان ملی ایرشته در افغانستان بودن که در خصوص آخرین تحولات ایرشته در افغانستان با ما بحث و گفتگو کردن. سپاس فراوان از یاری شما تا این دم با برنامه ورزش. شما را تا دیدار دوباره به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند حافظتان.